اینی چه صافت خودتون میدونی خانم رحم، خودتونم انگلیس هستی میدونی چه خبره. خیلی کم اتفاق میفته که موفق بشه اونجا. همه اصلا واقعا همه چی میگن زبر گسیخته و در رفتن توی امریکا. اصلا من چی کاره هستم آقای پیشبان؟ نوام داری شما؟ بله دو تا نوه دارم، یه دختر یه پسر. از دخترتون یا از پسرتون؟ یه از دخترم. پسرتون ازدواج نکرده؟ زن نمیگیره خانم، هر کاریش بودم زن نمیگیره. آه بهتر، چرا زن میگیره؟ آقا ازدواج نکن، راحتی. حالا 33 سالشه، هر کاریش میکنیم زن نمیگیره. 33 سال مگه بده؟ مگه دیره؟ دیگه آبشور پیر میشه، پیر نیست، آبشور پیر میشه. آقای پیشبایان، در فکر میکنم قسمت های آخر برنامه هستیم، لحظات و قسمت آخر برنامه هستیم. برای کسانی که دوست دارن شما به عنوان کسی که 50 سال خدمت بازیگری دارید و بازیگری موفق بودید، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، جوانایی که دوست دارن شروع کار بازیگری رو داشته باشن چیکار باید بکنن؟ اولا که اگر احیانا به نحوی رفتن تو سینما و موفق شدن، سعی کنن سینمای موفق شدن تازه شغل دومشون باشه. سینما پر پایه نداره. الان به سینمای آلمان شده ویترین. یه مشاور خوشگل و دختر خوشگل اومدن و خب مردم هم دوست دارن. البته الان یه ذره افت کرده، رفته رو فرمای دیگه. در صورت سعی بکنه که شغل دومشون باشه و دل نبندن زیاد به سینما. ببین یکی ورزشکاره، یه ببین پهلوونه، میاد تعلوم میشه جامعه میاد میزنه چی دمین تموم میشه میره دیگه، اسمش رفت. و شما سعی کنید همین باشید و سینما رو واقعا رکن کارتون قرار ندید. دوم شغل دوم بعد شغل سوم تو باشه. اینه از کجا باید شروع کنن؟ خب شروع کنن نمیشه. و ببین همونطور که اول مصاحبه من عرض کردم خدمت خانم رحم، متاسفانه یا خوشبختانه کاری ندارم، ولی متاسفانه شغل ما داوطلب زیاد داره. شما به هر کی بگیم خواهی اون نبشه بشه بود کله میدوه. ولی خب فکر نمی کنه آقا وزی چه بسه آدم ها اصلا الان زندگیشون رو فروختن، خونهشون رو فروختن، اومدن فیلم ساختن برای یه آرتیست بشن، فلج شدن، زندگیشون دست رفته. امیدوارم این جوان اون نباشن، برن فعالیت بکنن، درس بخونن. پسرم میخوای موفق بشی درس بخون. جوانه که رشته بازیگری، رشته کارگردانی، رشته هرچی. حالا در مرحله آخر شما به عنوانی که هم یه زندگی در خارج از کشور داری، هم یه زندگی در اینور، برای جوانه که واقعا الان من تو ایران میبینم خیلی میاد خوشحال در اروپایی، من چیز خاصی نمیبینم، حالا شما که یه هنرمندید چی میبینید برای این جوانه که واقعا طالب هم برای کشور خارج باشن؟ من که موافق نیستم، حالا نظر شما چیه؟ نه به خانم برام اشتباه میکنن. ببینید اگر شما خیلی موفق بشید یه کاری بکنید، خب همینجا بکنید. میخوای جارو بکشی؟ میخوای مسترات تمیز کنی؟ مزدن هم ببخشید خانم. میخوای پادویی کنی؟ همینجا بکن. تصور دیگه ای دارن آقای جان؟ نه آقا تصورشون بیجاست. من الان یه فیلمنامه اتفاقا نوشتم در همین مورد به نام بندر، خفاشان بندر. آدمایی هستن اونجا این جوونا رو میگیرن، توجه دوره میکنه، عرب در شما. شما ببین الان در اروپا شما یه حساب کنی 100 تا یکی موفق نیستن. بله. خانم رحم خودتون داشتید میبینید که اونم چی باشه؟ پدرشو بدر باشه، مادرشو بالسرشو باشه، مربی. و جوانایی که تنها فرستادن رفتن اونها همه ناکامن، موفق نیستن. آقای جلال، الان شما ظاهرا فیلم آخری که کار کردید کی بوده؟ متأسفانه اصلا دیگه یه سال نیم پیش دو سال. فیلم جدیدی در دست دارید؟ قرارداد جدیدی در دست دارید؟ من چند تا 4 تا 5 تا فیلم تلویزیونی بازی کردم. بعد از اون فیلم سینمایی دیگه اومدم رو به تلویزیون. الان در حال حاضر ظاهرا یه استاپ شده، تموم شده. قرارداد جدیدی داری؟ فعلا صحبتی هستش ولی میخوام برم اون طرف. من دوباره پس میخواد عازم بشید به اون ور برید؟ شاید یه فیلم اون ور بسازم. حالا در نهایت اگه صحبت دیگه ای دارید داشته باشیم با بینندگان عزیز، و اگر نه که به اتفاق هم با بینندگان عزیز خداحافظی داشته باشیم. نظرتون در مورد برنامه من رو نگفتید آقای پیشبایان. ببینید اون دفعه از کنم خدمتون، یا نمیخوام کمبلاوان بکنم، نمیخوام تملق بگم. نه من میخوام بدونم واقعا کار موفقی بوده یا نه از نظر شما که یه هنرمند هستید. موفق بوده. خیر در ببینید، من اون دفعه شما یک چیز تلفنی داشتم. بله مصاحبه تلفن. باور بفرمایید بیش از 250 تا تلفن خونه من شده. بله. از
تمام نقطه‌های تهران حتی از خارج از کشور. خب موفقیت برنامه شما رو میرسونه دیگه. نه من خودم چیزی نیستم، ولی من فکر میکنم که این احترام گذاشتن به پیشکسوتان، صحبت از پیشکسوتان واقعا باید کار ارزنده‌ای باشه. من همیشه بارها گفتم شاید مجری خوبی نباشم، ولی خودم میدونم برنامه موفقیه. در نهایت حالا اگه شما اگه دوستان عزیز بخوام با شما در ارتباط باشن، چطور میتونن با شما در تماس باشن؟ ببین خانم رحمان، اگر برنامه موفق باشه بعد برگزار کنندش موفق باشه، مجریش بعد موفق باشه. شما اگر یک مجری خوب نباشه برنامه ایش وقت موفق نیست. به همین دلیل تا به من زنگ زدی گفتی که بیا این برنامه رو میخوام بزنم با کله دویدم اومدم. زنده باشه. تا شدی وقت شما رو میگرفتم، وقت خودم در اختیارتون گذاشتم، به دلیل شما برنامهاتون من میبینم همیشه موفق بوده، طرفدار خیلی زیاد داره. زنده باشه. در نهایت ازتون سوال کردم، اگه بینندگان عزیزی که دوست دارن با خود شما به طور مستقیم در ارتباط باشن، آیا چطور میتونن با شما تماس بگیرن؟ اینا تلفن خانه سینما رو دارن، اونجا زنگ بزنن، قرار برای تهران باشن، قرار بزنن، در خدمتشون هستم، میرم میبینمشون. یا از طریق خانه سینما به تهران زنگ بزنن و تلفن شما رو در اختیارشون قرار میدن. من هستم، تلفن من در اختیارشون هستم، خود من در خدمتشون هستم. زنده باشید. بینندگان عزیز، به اتفاق آقای جلال پیشوایان این قسمت برنامه را امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. و به هر صورت اگر سوال خاصی از خود آقای جلال داری، همونطور که ایشون عرض کردن فرمودن، میتونید با خانه سینمای ایران در تماس باشید که ظاهرا از 118 به شماره رو بگیرن و تلفن ایشون رو در اختیارتون قرار میدن و میتونید با این هنرمند عزیز در تماس باشید و یا بخواید ببینید ایشون رو. خب آقای پیشوایان، به اتفاق هم از بینندگان عزیز خدافظی میکنید تا برنامه آینده، ولی ممنونم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. موفق باشید، پیروز باشید، زنده باشید. تا برنامه آینده با شما عزیزان خدافظی میکنم. با سلام خدمت بینندگان عزیز شبکه ITN، سعادتی بود در کنار هنرمند بسیار گرانقدر و معروف و مشهور کشورمون آقای نصرت الله کریمی هستیم و در کارگاه ایشون در کشور عزیزمون ایران. خیلی خوش اومدید و خیلی لطف کردید که دعوت تلویزیون ما رو پذیرفتید و اجازه دادید که من خدمت شما بیام. متشکرم، خیلی ممنون که زحمت کشیدین این همه را تشریف آوردین اینجا که عکس منو بگیرین. از من خوشگلتر پیدا نکردیم. از شما مشهورتر و پیشکسوتتر من پیدا نکردم و سعادتی بود که در کنار شما هستم. آقای کریمی، طبق روال برنامه من از شروع بیوگرافی هنرمندان شروع میکنم و در مورد زندگی خانوادگیشون و هنریشون صحبت میکنم. من بیشتر از این مشتاقانه دیدار شما رو، روی ماه شما رو بیشتر از این در انتظار نمیذارم و لطف ازتون خواهش میکنم لطف کنید در مورد بیوگرافی زندگی خانوادگیتون شروع کنید و تا به قسمت هنر برسیم. من در اول دی ماه 1303 در محله قنات‌آباد نیمه شبان به جهان هستی پرتاب شدم. چرا حالا پرتاب شدی؟ سعادت کشور ما بود که شما به این دنیا اومدید. جدی میگم. اون وقت مادر من میگفتش که من دو تا برادر داشتم که هر دوشون به رحمت خدا رفتن. خدا رحمتشون کنه. این دو تا برادر، یکشون 13 سال از من بزرگتر بود، یکشم 10 سال. بله. بنابراین پدر مادر من دیگه بچه نمیخواستن. اونا رو به فاصله 3 سال اون بچه‌ها رو خواسته بودن. ولی منو نمیخواستن. مادرم میگفت تمام دوا درمونای اون زمانو کردم که بلکه تو رو سخت کنم، انقدر پر رو بودی که سخت نشد. نه، انقدر سعادت کشور ما بود و این جزء یکی از سعادت‌های کشور ما بود که شما رو داشته باشی. خواهرم داشتید؟ خواهر نداشتم، نه. ولی مادرم خیلی دوست داشت که سومین بچهش دختر باشه، آرزو داشت، ولی هرگز دختردار نشد. منو تا 2-3 سالگی لباس دخترونه تنم میکرد، موهام بلند کرده بود به آرزو خودش برسه. بعد دیگه بچه ها مسخرم کردن، به من گفتن نصرت خانوم. من گریه کردم، رفتم خونه، منو بردن سرمونی، موهامو ماشین کردن و لباس پسرونه تنم کردن، دیگه شدم نصرت الله خان. روز بسیار خوبی حتما اون روز برای شما بوده. شغل پدرتون چی بوده؟ شغل پدرم کاسبکار بود، چند تا شغل عوض کرد.
اول جوونیش صرافی داشت. بله. بعد نونوایی باز کرد. بله. تو پدرش هم نونوا بود. بعد سقط فروشی و عطاری و اینا آخرای عمرش دیگه از این مغازه‌های چیز داشت، چیزای علفی و اینا میفروشن. همه فن حریف بودن. عطاری داشتن. عطاری بله، گاهی نسخه هم میداد، آدم های مریض میمدن پیشش. میگه همه فن حریف. تمام دواهای علفی رو سلنجون و قلنجون و عروسک پشت پرده بونم از این چیزا داشت. دوران تحصیلیتون چطوری بوده؟ من ششم ابتداییمو در مدرسه زند در تای بازار باقلچی اونجا گذروندم. بعد پدرم با وجودی که تحصیلات عالی نداشت مکتب خونه درس خونده بود، ولی دوستان تحصیل کرده با سوادی داشت، اونا بهش گفته بودن که بچه ها تو باید بذاری در رشته ای که علاقه دارن درس بخونن. به این جهت برادر بزرگم علی کریمی که مینیاتوریست معروفی بود، او با زغال تمام گچای دیوارای خونه رو دیو سفید و رستم و اینا نقاشی میکرد. بعد او رو بعد از شیش ابتدایی گذاشتش هنرستان کمال الملک که اونجا یه مدتی شاگرد مرحوم کمال الملک بود. بعد رشته مینیاتور که اونجا درست کردن رفت در قسمت نقاشی ایرانی مینیاتور. برادر بعدیم که 10 سال از من بزرگتر بود، از بچگیش مدیریت دوست داشت، ترکه برمیداشت، این آجرهای رو هره دیوار رو تربیت میکرد، درست وای ساد، سر صف وای ساد اینجوری. اونو گذاشت مدرسه نظام، هم رشته مهندسی فنی. بله. توی تسلیحات. بله. اونجا لیسانس گرفت، مهندس شد، بعد سرهنگ که شد بازنشسته شد. بعد از بازنشستگیش هم ریاست چند تا بیمارستان رو داشت، و بیمارستان مهر و اینا و کارخونه پارچه بافی شاهی و اینا. اونم تقریبا 1 سال پیش فوت شد. اما به من که رسید، من خب با گل باغچه مجسمه می ساختم، نمیدونم با بچه های مدرسه تئاتر درست می کردیم اینا. گفتش که اگه میخوای کار اداری بکنی برو دارالفنون، اگه به تجارت و کسب و کار و اینا علاقه داری برو مدرسه دارایی، اگه به هنر و صنعت علاقه داری برو مدرسه صنعتی. اون خدا بیامرز نمیدونست که صنعت با هنر فرق داره. اون موقع هنر و صنعت رو یکی میدونستن اصلا. منم چون عشق به هنر داشتم گفتم مدرسه صنعتی. خب رفتم مدرسه صنعتی، اسم منو نوشتن، مال ایران و آلمان بود. دو تا معلم آلمانی هم داشتیم. یه دونه چیز پیرنه کار تنم کردن و تو کارخونه یه تیک آهن به من دادن و یه سوهان کندی به گیره ببندینه بساب که باید اینا یه دونه مکعب در می آوردن. دقیق هم باید باشه میلیمتری و اینو. من از این کار خوشم نمی آمد. می رفتم مثلا میزای کوتاه بود، مالا شاگردای قد کوتاه، یه میزای بلندم بود با گیرهای بزرگ مال شاگردای کلاس ششم. من قدم کوتاه بود، ولی می رفتم اون میز بلنده رو انتخاب می کردم، یه پیت بنزینی میذاشتم زیر پام. بله. میرفتم روم وامیستدم، تازه سوهانکاری که میخواستم بکنم سوهان موازی چشمم بود. خب این حرکت برای بچه های همشاگردی خنده‌دار بود دیگه. چرا این کارو میکردی؟ مسخرگی میخواستم بکنم، دلقک بازی. هنرتون رو میخواستید نمایش بدید؟ دلم میخواست که بچه ها بخندن، تفریح کنن. اینا همه جمع شده بودن دور من، میخندیدن، منم اینجوری سوهانکاری میکردم. یه وقت دیدم خنده رو صورت اینا ماسید. یه مهندس داشتیم، خدا رحمتش کنه، مهندس اولیایی. بله. ازش میترسیدیم چون کتک میزد. از نگاهشون فهمیدم که به طرف دفتر کارخونه است.
اولیایی داره میاد که اینا خنده رو صورتشون ماسید. من میدونستم اولیایی بیاد یه پچه گردنی به من میزنه، دهنم میخوره به این گیره آهنی، دندونام میشکنه. از ترسم این گیره رو بغل کردم اینجوری، سرم گذاشتم رو گیره که اگه پس گردنی خوردم دندونام نشکنه. همچنین نگاه میکردم به این بچه‌ها که جلوم بودن، دیدم که بچه‌ها یه لبخندی زدن، فهمیدم اولیایی هم خندیده، ولی اینا جرات نمی‌کردن بخندن. اولیایی دور زد اومد رفت پلو این بچه‌ها. این دفعه تصمیم گرفت به جای اینکه منو تنبیه بکنه، منو کنف کنه جلو بچه‌ها، تحقیرم کنه. گفتش که مدرسه صنعتی ایران و آلمان جای تو نیست. میدونی جای تو کجاست؟ من حالا همجور با دلهوره دارم نگاش میکنم. گفت اول لاله‌زار دست چپ یه کوچه بن‌بسته، سر کوچه یه پلاک برنجی هست، روش نوشته هنرستان هنرپیشگی، تو جات اونجاست. میخواست در واقع منو تحقیر کنه، ولی من همون روز رفتم اونجا رو پیدا کردم. جدن هستی هم مدرسه که مرخص شدم رفتم. چند سالتون بود اون موقع؟ 15 سال 16 سال. کلاس 8 بودم. بله شاید. آره دیگه 15 سال. بله رفتم اونجا رو پیدا کردم و رفتم تو دفتر رو گفتم من بخوام اسم بنویسم. یعنی شما نه تنها که ناراحت نشدید، خوشحالم شدید. آره خیلی هم خوشحال شدم. هنوزم من دائما دعا میکنم به جون اون آقای چیز اولیایی که ندانسته منو از جایی که جام نبود ورداشت گذاشت جایی که جایم بود. برای اینکه من یه شاگرد تنبلی بودم تو مدرسه صنعتی، با معدل 12-13 قبول می شدم، رفوز چی تجدیدی داشتم اینا، ولی وقتی اومدم هنرستان هنرپیشگی شاگرد اول شدم. اصلا 3-4 ماه اول با تجدیدی های آخر سال 2 ساله امتحان دادم، قبول شدم. خلاصه بعد رفتم اونجا، گفتش که کلاس چندی شما؟ گفتم من کلاس 8م. گفت ما تصدیق کلاس 9 میخوایم، سیکل اول متوسطه. بله. 2 سالم اینجا درس میخونین، دیپلم 5 متوسطه میدین. بله. برو 1 سال دیگه تم بخون، بعد بیا اسمتو مینویسیم. پکر اومدم بیرون و رفتم آتلیه برادرم علی کریمی تو خیابون فردوسی بود. بله. بهش گفت، با برادرم خیلی دوست بودم و ندار، چون اونم هنرمند بود. بله. مشوق منم بود، تنها کسی که تو خانواده منو تشویق میکرد بابت همین گلبازی مجسمه سازی اینا یادم هم میداد. بله. که چگونه بساز او بود. معذرت میخوام آقای کریمی، ظاهرن اتاق فرمان به من میگن که اینجا حضور دارن، میگن یه برکی داشته باشیم بریم ببینیم چی بر ما تهیه دیدن، برمیگردیم ادامه صحبت‌های شیرین آقای کریمی رو با هم خواهیم داشت. مرسی، خیلی ممنون. خب برگشتیم در کنار آقای نصرت‌الله کریمی، بریم بقیه داستان رو بشنویم. بله گفتم که رفتم آتلیه برادرم علی کریمی، به او گفتم که آره رفتم اونجا اسم بنویسم، اسمم ننوشتن و گفتن که باید 9 داشته باشی و تصدیق 9 اینا. گوه معلمین هنرستان و هنرپیشگی اکثرشون شاگرده کمال‌الملکن، با من همشاگردی بودن اینا، پاش بریم اونجا من دخالت کنم شاید اسم بنویسم. با برادرم رفتیم اونجا و اتفاقا اونا رو میشناخت دیگه، اونا هم میشناختنش. خلاصه به خاطر برادر من گفتن که پس 1 سال به طور مستمع آزاد بیاد، از 4 تا 8 بعد از ظهر 4 ساعت ما کلاس داریم، بعد سال بعدش اسمشو رسما می نویسیم. من دیگه هر روز از هنرستان صنعتی می اومدم، 4 مرخص می شدم می اومدم هنرستان هنرپیشگی، تا 8 اونجا بودم،
بعد میرفتم خونه دیگه. به بچه های همشگردی هم نمیگفتم که من میرم هنرستان هنرپیشگی، میترسیدم مسخرم کنن، چون موقع گفتن مطرب شده و اینا. بچه هم گفتن تو کجا میری؟ خب بعضی راهشون با من بود تا خونه. گفتم میرم آتلیه برادرم، دروغ میگفتم بهشون. یه دفعه همشگردی های من حمید قنبری و هوشنگ بهشتی و محمد علی جعفری و محمد تقی کهنمویی و اینا با هم همشگردی بودیم. اینا زاغسی های من چوب زده بودن، دیدن که من از اونا که خداحافظی میکنم میام تو خیابون فردوسی که برم استودیو برادرم، بعد دو مرتبه بر میگردم میرم تو لاله‌زار. اینا دنبال من اومده بودن، فهمیده بودن که من میام هنرستان هنر. آقای کریم، این افرادی که فرمودید حمید، آقای حمید قنبری، هوشنگ بهشتی، تو مدرسه صنعتی بودن؟ همه مدرسه صنعتی بودیم. بله، انتظامی هم بود. بله. بعد من سر کلاس نشسته بودم، هوام گرم بود، در کلاس باز بود، اونجا یه حیاتی بود، از دالونش از این برای حیات می اومدن تو حیات و بعد دفتر و کلاس و اینا اومد. یه وقت دیدم که همشگردی های من به خط یک قطار اومدن تو حیات، دم اگه داده بیداد الان من اینجا میبینن، فردا حالا من مسخره میکنن تو هنرستان و اینا، چیکار کنم؟ دیدم همه شون رفتن دفتر، اونا هم رفتن اسم نوشته. باشه، من باعث شدم که اینا بعدا هنرپیشه شدن اصلا. به هر حال در هنرستان صنعتی گفتم که من یه شاگرد تنبلی بودم، دوست نداشتم اون کارو، ولی در هنرستان هنرپیشگی خب درسایی که داشتیم سولفژ بود، رقص سالن بود، ژیمناستیک بود، تاریخ هنر، نمیدونم ادبیات، تاریخ لباس، گریم، دکور، روانشناسی، اینا درس میدن. معلمین خوبی هم داشتیم، دکتر رضازاده شفق مثلا معلم روانشناسی بود، میرسیدالخان نصر مثلا معلم تاریخ تئاتر بود، عارفی‌خان حالتی گریم درس میداد، مرحوم مسیری دکور درس میداد، یه مادام سپاهی بود که سوئدی بود، زن دکتر سپاهی بود، او رقص ژیمناستیک و نرمش و این چیزا درس میداد. من تو همه این درس ها شاگرد خوبی بودم. سولفژ مثلا چیز میزد، ارگ میزد، ما باید دوره میفاسولاسی میزد، گفت دو، شاگردهای دیگه میگودن او، نمیتونستن. من تا اون میزد دو، من گفتم او، شاگرد خیلی خوبی بودم. به این جهت من اونجا دوزاری مفتاد که آدم اگر استعداد داشته باشه در یه رشته ای چقدر سریع حرکت میکنه. تمام. آقای کریمی، از بعد از هنرستان هنرپیشگی چطور شد دوباره دنیای هنر و سینما شدید؟ اون طولانیه، باید حالا صحبت بکنم براتون. آخه الان میشه گفت؟ ظاهراً فرصتی داریم. داریم؟ بچه های چند دقیقه فرصت داریم؟ پس میریم ببینیم بچه های اتاق فرمان بر ما چی تهیه دیدن که دوباره برگردیم ادامه مصاحبه رو در کنار هنرمند گرامیمون آقای نصرت الله کرمی داشته باشیم. بله، بله. من چاق میشم بعد از این. میریم یه بریکی داشته باشیم، برگردیم. خب بینندگان عزیز، برگشتیم از آقای نصرت الله کرمی که سعادتی در کنار ایشونه. از ایشون سوال کردم چطور شد به دنیای سینما و هنر وارد شدیم؟ بله، من در 1320 یک کنفرانسی در تهران تشکیل شد زمان جنگ. بله. که چرچیل و روزولت و استالین آمدن در این سعدآباد جلسه کردن برای جنگ با هیتلر. بله. پدر من به برادرم علی گفت شبیه اینا رو بساز،
برایشون بفرست و بگو که من میخوام به موزه های کشور شما رو ببینم، ممکنه دعوتت کنن. اینم شبیه اینا رو ساخت، استالین رو ساخت و چرچیل رو، و چرچیل و استالین و روزولت و ستا رو ساخت واسه روزولت. با چی ساخت؟ چون نقاشی میکرد دیگه، روی آج نقاشی کرد، قاب خاتم و اینا برد که به وزارت خارجه گفت میخوام اینا رو تقدیم کنم به این مهمانان. اونا گفتن ما ازت میخریم، خودمون دولت بده بهشون. اینا گفت نه من خودم میخوام بدم. خلاصه رفت اونجا و اینا رو تقدیم کرد به اینا و یه پاکت هم نوشت که من میخوام موزه های کشور شما رو ببینم. تقریبا یکی دو ماه بعدش روسیه دعوتش کرد برای بازدید موزه های روسیه. رفت روسیه و برگشت، بعدا انگلستان دعوت کرد، بعد یکی دو سال هم آمریکا دعوت کرد. به هر حال وقتی آمد من ازش گفته بودم که بر من کتاب گریم بیاره از روسیه و اینا، تئاتر و اینا، بالشو تئاتر و اینا رفته بود دیده بود و هی ازش میپرسیدم تئاتر چجوری بود و اینا. گفت از همه جالبتر تئاتر عروسکی بود. بله. که تمام بازیگرها عروسک بودن، مال اوبراتسوف، و حتی کنفرانسی هم که میامد توضیح میداد که موضوع تئاتر چی هست اونم عروسک. بله. حتی کارگرایی که پروژکتور از رو بالکن مینداختن روی این عروسک ها، اون کارگر هم باز عروسک بود. بله. خیلی من خوشم اومد از این چیزی که بر من گفت، بودم این خیلی خوبه. حالا منم تازه وارد کار تئاتر شده بودم تو هنرستان و هنرپیشگی و یه خودم گریم میکردم و رولای کوچیک بازی میکردم و اینا، ولی ناراحت بودم از اینکه هنرپیشه ها دیر میان سر تمرین، گاهی دعواشون میشه، گاهی دوتا مرد عاشق یه زن میشن، دعوا مرافع را میفته اینا. بودم این تئاتر عروسکی خیلی خوب چیزیه، برای اینکه عروسک ها دیگه دعوا ندارن، دیر نمیان، همینجوری واداریشون فردا بیای باز همینجوری باشدن. آره اختیارش دست خودمه، آکترامو خودم میسازم اینا. از اون موقع تصمیم گرفتم پولامو جمع کنم برم اروپا. بله. و رشته تئاتر عروسکی رو ببینم. بله. خب این خیلی طول کشید، برای اینکه من پدرم فوت شده بود، پشتیبان مالی که نداشتم. بله. تقریبا 10 سال کار کردم تو تئاتر. بله. هر چی پول درآوردم حقوق خیلی خوبی هم میگرفتم. بله. چون که من بهترین گریمور ایران بودم و بازیگرم بودم، سوکسه داشتم بین مردم. به هر حال پولامو جمع کردم و سال 15 بهمن 1331 با یکی از بازیگران همین گروه تئاتر سعدی که شاگردان مرحوم نوشین بودیم به نام علم دانایی، با او ازدواج کردم و دوتایی با هم رفتیم به ایتالیا. او یکی دو سالم قبلا رفته بود ایتالیا، آواز اپرا کار کرده بود. بله. اونجا هر چی گشتم در ایتالیا، مدرسه که تئاتر عروسکی درس بده اصلا نبود. بله. یه تئاترای عروسکی تو پارک ها اجرا میکردن که مثل خیمه شب بازی ما بود، یه چیز عامیانه بود و اینو نمیخواستم. بله. گفتن اتریش اونجا، از رفتم اتریش، اتریش هم نبود. بله. اونجا یه روز دیدم این شاگردای خارجی که توی خوابگاه محصلی تابستون زندگی میکردن یه نامه دست به دست میگردونن و گفتم چیه؟ گفتن که دولت چکسلواکی به دولت ها و ملل دنیا بورس داده. بله. لیستش اینجا نگاه کردم دیدم نوشته ایران 2 بورس برای ایران. گفتم خب من و زنم میریم این 2 بورس رو میگیریم دیگه. رفتیم یه دقیقه وقت هست، رفتم چی قنسولگری، گفتم که من میخوام برم درس بخونم و 2 تا بورسم ایران داره، و به من خندید گفت اینه به دولت ایران میدن، هر ایرانی بیاد که بهش نمیدن. اینقدر التماس کردم گفت خب بیا این آنکتو پر کن، ولی من یقین دارم به تو نخواهند داد.
من آنکتو پر کردم، نوشتم که تئاتر سعدی بودم و گریمور بودم و اینا، و یه عکسم هم گذاشتم و اومدم هی تلفن میکردم و گفتم که غیر ممکنه به شما بزنن. تا اینکه یه روز بعد از یکی دو ماه تلفن چیزون دربونه گفت کریمی تلفن. رفتم پای تلفن دیدم از کنسولگری پراگ چکسلواکی، گفت ویزای شما اومده. گفتم چطور؟ گفت منم حیرت میکنم چطور اومده، ولی اومده. گفتم کی بیام؟ گفت همین الان بیا بگی. پاشدم رفتم کنسولگری و آنن تو پاسپورت من ویزا زد و گفتم کی میتونم برم؟ گفت شما بورسیه دولت چکسلواک هستی و مهمان دولتی و همین امروز هم میتونی بری. اگه اجازه بدید بقیه داستان بعد از یه بریک کوتاه دیگه داشته باشیم که بسیار بسیار صحبت‌های ایشون شیرینه و من معذرت میخوام که صحبت‌های ایشون رو کات میکنم، ولی چاره ای نیست آقای کریمی. بله. میریم یه بریک داشته باشیم و برگردیم ادامه مصاحبه رو داشته باشیم. ظاهرا فکر میکنم تبلیغاتی از لس آنجلس باشه. از کنار تصویر کنار نریم تا بعد از تبلیغات بیایم در خدمت هنرمند گرامیمون باشیم. برگشتیم در خدمت آقای نصرت‌الله کریمی هست، صحبت کوتاه، صحبت شیرین ایشون رو داشته باشیم. بله، اونجا یه شاگرد فیلولوژی بود که زبان فارسی میخون. بله. اینو مأمور کرده بودن که با من باشه تا زبان یاد بگیرم و اینا. کارم هم مترجم منم ضمناً بود. بله. رفتم به دانشکده تئاتر عروسکی. بله. گفتم که اومدم اینجا عروسکی بخونم اینا، و گفتن خب حالا یک سال باید زبون بخونی، ولی یارو تو کلاس های عملی میتونی شرکت کنی. بله. من هفته دو روز میرفتم اونجا تو کلاس های عملی عروسک گردونی و عروسک سازی و اینا رو اونجا یاد میگرفتم، ولی زبون هنوز نمیدونستم. یه روز معلمی که عروسک گردونی درس میداد، آقای پر اسمش بود. بله. این گفتش که کارل زمان کارگردان عروسکی معروف چکسلواک یه فیلم عروسکی ساخته و امروز تو استودیوی فیلم های عروسکی دولتی این فیلم رو نمایش میدن، ما میریم اونجا این فیلم رو ببینیم با یه عده آدم های حرفه‌ای. منم با اینا رفتم دیگه. برای اولین بار من یه فیلم عروسکی دیدم، تا اون موقع اصلا فیلم عروسکی ندیده بودم. خوش به حال بچه های امروز که روزی دو سه تا فیلم عروسکی از تلویزیون میبینن. 29 سالم بود تازه یه فیلم عروسکی دیدم. این فیلمو با عروسک های شیشه‌ای ساخته بود. بله. به نام الهام، فیلم تاریخ سینماست، خیلی معروفه این فیلم. به هر حال من عاشق فیلم عروسکی شدم، گفتم نخه تئاتر نمیخوام، فیلم عروسکی. از بعد از این فیلم رفتم دانشکده سینمایی رو پیدا کردم، فامو. بله. فاکولته سینما. صاف رفتم پیش رئیس، گفتم من از ایران اومدم میخوام فیلم عروسکی ببینم، اینجا درس بخونم. گفت شما خودت میگی فیلم عروسکی، یعنی اول فیلم بعد عروسکی. گفتم خب چیکار باید بکنم؟ گفت تو 5 سال باید رشته کارگردانی بخونی. بله. کارگردانی سینما و تلویزیون. بعد از 5 سال 1 سال میتونی تخصصی عروسکی و انیمیشن رو یاد بگیری. اون یه تکنیکه که چطور تک فریم دونه دونه حرکت بدی و اینو. هیچی، من مجبور شدم برم سینما بخونم. اینجوری شد اصلا وارد سینما شدم. 5 سال دوره رو گذروندم و چند تا فیلم، سال اول یه فیلم 16 میلیمتری، سال دوم یه فیلم 35 میلیمتری، سال سوم باز یه 35 میلیمتری، هر کدوم 7-8 دقیقه ساختم. و فیلم های تلویزیونی؟ نه، فیلم سینمایی. فیلم سینما. آره. اولین فیلم یادتونه که ساختی چی بود؟ همون اولین فیلمش یک داستانی بود که یه پسر دختر با هم راندوو دارن و اینا، پسر خجالتیه. و شما خودتونم بازی میکرد؟ نه، من کارگردان بودم، یکی از شاگردای کلاس های بالاترم فیلم برداری میکرد. دومین فیلم هم یه فیلم مستند بود، سال دوم رنگی گرفتم 35 میلیمتری از مینیاتورای ایران. بله. چون مرحوم حسین بهزاد و با یه دلگاسیونی آمده بودن پراگ، نمایشگاهی گذاشته بودن مینیاتورهای قدیمی ایران و اینا رو، من از این موقعیت استفاده کردم، از اون نمایشگاه یک دونه فیلم مستند ساختم و از
حسین بهزادم فیلم گرفتم اینا 10 دقیقه. فیلم سومی من باز داستانی بود در داخل استودیو. یه دعوای زن و شوهری بود که حالا گفتم اسمش نصیحت از رادیو. به هر حال من امتحان آخر سال 5 سالارم دادن و دادم بهم لیسانس سینما دادن. بله. گفتم خب الوعده وفا، حالا من میخوام عروسکی رو هم یاد بگیرم. یعنی همچنان مصمم بودی؟ بله، بر خاطر من یه معلم استخدام کردن موقتا، آمد و به من در هفته 2 روز میامد به من درس میداد و تمام فیلمای انیمیشن و عروسکی دنیا رو هم گفتن تو باید ببینی، ولی ما نمیتونیم این فیلم ها رو بیاریم به مدرسه به خاطر تو یه نفر، باید بری به آرشیو دولتی هفته 1 روز. من با یه آسیستان تاریخ سینما میرفتم به آرشیو دولتی، ساندویچ هم میبردم، از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر تمام فیلم های انیمیشن دنیا رو به من نشون دادم. بله. بعد دیگه 2 تا فیلم عروسکی ساختم. اینا همه قبل از انقلاب دیگه؟ بله، اینا مال سال 1300 و فرنگی باید بگم 1958. از 53 تا 59 من اونجا درس می‌خوندم. اینا رو گرفتم و به من فوق لیسانس انیمیشن هم دادن. چه 1337؟ بله. بعد دیگه می‌خواستم بیام ایران، ولی اون موقع یه چیز سیاسی بود، جنگ سرد بود و ایران هم جزء بلوک غرب بود و نمی‌ترسیدم از چکسلواک را بیفتم بیام ایران، منو بگیرن ببرن ساواک و از این چیزا. گفتم میرم ایتالیا. بله. یه مدتی اونجا میمونم، اونجا دوبله فیلم فارسی هم اون موقع میکردن. رفتم اونجا، هم پول در میوردم از دوبله، هم کار سینما و این چیزا میکردم. بله. فیلم های نقش های کوچیک توی تلویزیون و سینما بازی میکردم و 3-4 سال اونجا موندم. دقیقا ژانویه 1960 از چکسلواک اومدم بیرون. 1339. بله. 4 سالم اونجا بودم و سال 1343 برگشتم ایران. در چکسلواک فیلمای نئورئالیستی ایتالیایی را هم توی سینماتک میرفتم میدیدم. در مدرسه‌ام تاریخ سینما این فیلم‌ها رو به ما نشون داده بودن و سمینار هم داشتیم و بحث و گفتگو. من خیلی از سبک نئورئالیسم ایتالیا خوشم اومد و تصمیم گرفتم که بیام ایران فیلم نئورئالیستی ایرانی درست بکنم، چون که هم خرجش کمتره، هم دکور نمیخواد، استودیو نمیخواد، چیزایی که در ایران نبود، با یه دوربین رول افرکت تو خونه ها و تو خیابون و تو اتوبوس و اینا بریم فیلم میگیریم از زندگی ایرانی و اینا. رفتم سفارت ایران، سفیر ایران هم با برادر من دوست بود. ببخشید صحبتتون، ظاهرا میگن 1 دقیقه تو این یک دقیقه فرصت داریم. بله. نه برای اتمام برنامه، برای بله. یه بریک. یه نامه از سفیر نوشت منو معرفی کرد به ویکتوریا دسیکا. بله. رفتم اونجا با خانومم و ویکتور، تو نامه نوشته بود 2 تا هنرمند ایرانی آمدن اینجا میخوان شما رو ملاقات کنن. اون خیال کرد که حالا من و زنم یه هنرمند جهانی هستیم و دست زنم رو بوسید و خیلی هم چیز کرد، ما رو تحویل گرفت و گفت چی میخوای از من؟ گفتم میخوام بیام سر کار شما کار یاد بگیرم. گفتش که راه نمیدن تو چینه چی تا غریب خارجی و اینا رو، ولی من شما رو به عنوان آسیستان درجه 3 خودم معرفی میکنم، اون وقت میتونی بیای. منو خلاصه معرفی کرد و من دیگه هر روز میرفتم چینه چیتا و سر کار ویکتوریو دسیکا که داشت فیلم استاسیون ترمینی، ایستگاه آخر ترن، اونو میساخت با جنیفر جونز و اینا بازی میکرده. بعد خیلی از دسیکا کار یاد گرفتم، مخصوصا کار با نابازیگر. فهمیدم که چجوری این از یه آدم معمولی این بازی رو میگیره که اشک از چشم یه آدم در میاد
بازیش عین بازیگراست، اینا یاد گرفتم ازش. خلاص اجازه میدید بریم یه برکی داشته باشیم، یه تیکه از فیلم ایشون رو من نمیدونم بچه‌ها چی آماده کردن که ایشون هم بازیگری دارن و هم ظاهرا کارگردانی دارن، میبینیم و برمیگردیم ادامه مصاحبه شیرین رو ایشون رو داشته باشیم. برگشتیم دوباره در خدمت آقای کریمی هستیم. از کارهای فیلمسازی ایشون و عروسک‌سازی ایشون شما همتون دیگه واقف هستید، صحبت شیرینی دیگه ایشون دارن که من بیشتر از این صحبت نمی کنم و صحبت رو کوتاه می کنم و میذارم در خدمت آقای کریمی که صحبت رو به پایان برسونم. بفرمایید. من وقتی آمدم ایران یه سناریوی نوشته بودم به نام آقا موچول که یه ولگردی بود مثل ولگرد چاپلین. بله. یه آدم بی‌سواد ولگردی که خیلی گرفتاری‌های پیدا می‌کنه. حالا نمی‌خوام سناریو رو تعریف بکنم. اینو نوشته بودم که بیام ایران اینو فیلمش کنم به سبک نئورئالیستی. رفتم استودیوی می شد. من سناریو رو خوندم، این به اون نگاه کرد، این به این نگاه کرد، بالاخره میثاقی من آورد تو راهرو، گفتش که آقای کریمی اینو تا کرد یه جوری محترمانه گذاشت زیر بغل من، گفت اینو جای دیگه نخونین، برای شما خوب نیست، برای اسم شما خوب نیست. اون موقع سینما ایران فیلم فارسی درست میکردن که حتما باید ماشین آتیش بگیره، هفته کشی و آدم کشته بشه، اینا تو فیلم من نبود. و اینا نمیفهمیدن که این یه فیلم آلا چاپلینه، نئورئالیستیه. به هر حال من دیدم تو سینما جای من نیست، نمیتونم، به من هیچکی بر من سرمایه گذاری نمیکنه. رفتم وزارت فرهنگ و هنر، کارگاه نقاشی متحرک رو گذاشتن در اختیار من. اونجا در 3 سال اونجا کار کردم، در حدود 10 تا فیلم انیمیشن و عروسکی، عروسک تئاتری، تکنیکای مختلف انیمیشن اونجا تجربه کردم که بهترین فیلمی که اونجا ساختم فیلم زندگی هست. بله. که 20 دقیقه است و دل موش، پوست پلنگ، ملک جمشید، شکار ماه. آقای کریمی در حال حاضرم چیزی ساختی؟ بله. در حال حاضرم چیزی ساختی؟ همین الان؟ بله. نه من الان تقریبا 2 ساله که هیچ کاری نکردم. کار زیباتون است که استارت شده. اینا کار یه عمره، الان هم میسازم ولی کمتر. الان آخرین کارم هم نشونتون میدم، اینجا نیمه کار هنوز. بله. هر شبت که رفتم اونجا و این کارا رو کردم، ضمناً تو برنامه تلویزیونی هم 2 تا سریال درست کردم، یه سریال عروسکی به نام آقای شاکی، یکی هم سریال پیوند که مسائل زناشویی و زندگی زناشویی رو نشون میدادم، خودم هم بازی میکردم توش، که مسعود اسداللهی و خانم ثریا قاسمی زن و شوهر رو بازی میکردن، منم در نقش استاد ظاهر میشدم. بالاخره این سریال من خیلی سوکسه پیدا کرد و استودیوها اومدن عقب من که بیا فیلم بساز برام. بله. دیگه رفتم استودیو پارس فیلم، منو دعوت کرد، دوز و پاسبان و سناریوشو به من دادن، گفتن از روی یه فیلم ایتالیایی ما اینو کپی کردیم به نام دوز دو ژاندار. بله. و من سناریو رو خوندم، دیدم استقوس سناریو از نظر دراماتورژی خیلی قویه ولی ازش یه فیلم فارسی درست کردن، خیلی مبتذله. گفتم من اینو باید 2 مرتبه خودم بنویسم. گفتن خب فیلمو ببین بنویس. گفتم فیلمم نمیخوام ببینم، همین بر من کافیه که یه دزدی در حال فرار، پاسبان میخواد بگیرتش ولی دختر پاسبان عاشق پسر این دزد و اینا میخوان با هم ازدواج کنن، همین بر من کافیه. یه ما نشستم سناریو رو کاملا ایرانی نوشتم با این سوشه، بردم جلوی دوربین و نیم ساعتشو که فیلم برداری کردم، گفتن که این صحنه آخرش که عروسی هست اینو جلو بنداز، ما میخوایم دکور رو جمع کنیم. اون صحنه خیلی مشکل بود برای اینکه اینا تو عروسی پدر و دوتا پدر عروس داماد دنبال همن که همدیگر رو پیدا کنن، ضمناً صاحب عروسی هم هستن و اینا، نباید همدیگر رو ببینن. من هم دکوپاش دقیق داشتم، این صحنه رو هم گرفتم، 20 دقیقه بود. فردای اون روز تهیه کننده اومد گفت باید این خانم چیز نقش اول بازی میکنه تو فیلم،
باید هم برقصه توی صحنه ای هم آواز بخونه. بله. جا نداره کجا برقصه آواز بخونه. یه جا همجور که دارن اینا در میرن برن توی کاباره ای و تو کاباره مثلا اینا از این کارهای فیلم فارسی. بله. گفتم من همچی کاری نمی کنم. دعوامون شد با تهیه کننده. کارو ول کردم اومدم بیرون و اونا بقیه فیلمو که نیم ساعتش داشتن اولشو. بله. 20 دقیقه آخرش هم داشتن. این وسطش هم من دکوپاش کامل داشتم. از رو دکوپاش من خودشون گرفتن که اگه کپی اینه بگیرین ببینین هست کپی دوز و باز بود. وسطش اصلا قابل قیاس با اول آخرش نیست. بعد از اون دیگه با منوچهر صادق پور فیلم درشکچی رو ساختن. بله. به این شرط که در کار من دخالت نکنه. اونم گفت به این تو هم باید یه شرط بکنی که فیلمت 350,000 تومان بیشتر تمام نشه. در اون موقع سینمای ایران در حدود 700-800,000 تومان خرج یه فیلم میشد و منم تعهد کردم برای اینکه این کار بشه فقط 15,000 تومان قرارداد بستم برای خودم که بنویسم کارگردانی کنم و بازی کنم. پسرم هم نقش دوم بازی کنم. مسعود اسدالله‌ای هم اومد بازی کرد و چند تا چهره جدید گرفتم. رفتم دنبال هنرپیشه‌های تئاتر قدیمی. بله. که هنوز سوکسس سینمایی نداشتن. بزرگترین قراردادی که داشتم با خانم شهلا ریاهی بود 17,000 تومان. بقیه هنرپیشه‌ها 4,000 تومان، 5,000 تومان، 3,000 تومان، 2,000 تومان. خلاصه فیلمو با 350,000 تومان تموم کردم. زنده باشه آقای کریمی. چون ظاهرا وقت زیادی ما نداریم، من دوست داشتم در مورد این کاراتون، این هنرتون صحبت بشه که ظاهرا میخواد یه نمایشگاه بزنید. میخوام ببینم تا حالا برای این کاراتون نمایشگاه زدید یا نه. بله، من چندین نمایشگاه داشتم در یادها و فصلها در سال 1357. بعد زمان ازهاری بود که به حکومت رسید، یه دفعه شهر شلوغ شد و بانک‌ها رو آتیش می‌زدن و اینا. یه شب فقط این نمایشگاه افتتاح شد و تعطیل شد. همه چی تعطیل. بعد در سال 1358 این نمایشگاه رو گذاشتن در موزه چیز جلوی باشگاه افسران. بله. یکی از خونه‌های درباری بود. بله. اونجا یه موزه بود. اونجا گذاشتم، یک ماه در اون موزه نمایشگاه گذاشتم. بعد در انستیتو گوته گذاشتم که یک ماه اونجا نمایشگاه بود. بعدن در کتاب سرا گذاشتم با آقای چیز صادق سمیعی. بله. که خیلی نمایشگاه خوبی بود. یک هفته گذاشتم 6,000 نفر از اینا دیدن کردن و بعد از انقلاب بود. اولین پولی که بعد از انقلاب دست اومد از این چیزا بود. 104 تا کار گذاشته بودم، 95 تاش فروش رفت. حالا اجازه میدید که ما یه بریک داشته باشیم، بعد از این بریک شما به ما قول دادید یه تیکه از کارتون رو به ما نشون بدید که چی کار میکنید. اجازه میدید میریم یه ببینم اتاق فهمان بر ما چی دارن، برگردیم و به طور عملی کار ایشون از جلو داشته باشیم. مجددا سلام خدمت بینندگان عزیز، در کنار آقای نصرت الله کریمی هستیم. قسمت پایانی برنامه رو با کاری از ایشون که میخوان بهتون نشون بدن. در سن نزدیک 82 سالگی همچنان ایشون قبراق و سرحال هستن. صحبت کوتاه میکنم، میریم کار عملی ایشون رو به طور زنده داشته باشیم. بفرمایید آقای کریمی. بله. نه، اغلب از من میپرسن که اینا رو اول میسازی بعد اسمشو میذاری. من میخواستم سوال کنم. شما میخواستی سوال کنی. به هر حال من هیچ کدوم اینا نیست. من با خمیر اینه، این با این خمیر مدوری این بچه که گل بازی میکنه. بله. شروع میکنم با این بازی کردن، اینجوری کج کلش میکنم، بازی میکنم. و بالاخره اول موضوع رو داری؟ نه، اصلا نمیدونم چی کار میخوام بکنم. ببینی همجور بازی میکنم با این. این الان چیه؟ خود این به من میگه من چیم. ببین حالا من مجبورم. بله. اینجوری بشینم که شما چیز رو ببینید. ببینید این حالا کلوزاپ اینه شما نشون بدین. ببین
این الان این دهنشه دیگه، من که نساختم. بله. خیلی خوب. حالا اگر من این سوراخ دماغش. بله. این دهنش هم اینجاست دیگه. اینم چشمش. ساخته شد واقعا. اینم موهاش. این گونه‌ش و این گردنش و اینم این گونه‌ش و اینم لبش دیگه. لبش خیلی کلوف شد، اب نداره. اینم چشمشه. حجابش هم که اومد. این الان یه دونه پیرزنه داره قرقر میکنه، چقدر من زحمت بکشم آخه، هی جارو کن، رخشوری کن، نمیدونم بچه داری کن، بعد نوه داری کن، یه عمر هی دنبختک بپد بکن تو شکم این بچه ها. خفه شدم از شما ها، از این پیرزنه قرقری. واقعا معرکه است آقای کریم. کلوزاپ درشتشو بگیر که همه بتونن ببینن. بعد اینا رو شما میپذید؟ بله. این وقتی درست شد میذارمش توی قابلمه. بله. با بخار میپزمش تو بنماری 20 دقیقه تو بخار که پخته بشه این استخوان میشه. خب آقای کریمی، در نهایت ما میخواستیم چون دیگه فرصت زیادی نداریم به اتفاق خدافظی داشته باشین، شما برای بینندگان عزیز و جوانا چه پیامی دارید؟ پیام من همون جز که نیمه کارمون که من از مدرسه صنعتی رفتم تو هنرستان هنرپیشگی، اونجا دریافتم که آدم اگر در حیطه خودش در استعداد خودش درس بخونه گام فرسنگی برمیداره، هم به نفع جامعه هست هم به نفع خودشه، بدون اینکه زحمت زیادی بکشه. درس خوندن براش تفریح میشه. بله. میخوام به پدر مادرها و به جوانا این راهنمایی رو شاید بتونم بکنم، تجربه شخصی منه. همه پدر مادرها میخوام بچه‌شون دکتر و مهندس بشه. بله. حالا بچه علاقه به موسیقی داره. بله. میره پولم خرج میکنن، خب چیزم ذریب هوشیش بالا باشه بالاخره دیپلمش هم میگیره و میشه آقای دکتر، اما دائما منتظره که زودتر کارش تموم بشه بره خونه ویولون بزنه. در واقع جامعه یه ویولونیست خوب رو از دست میده، یه دکتر بد به دست میاره. بله. که ابزارهای پزشکی رو تو شکم یارو جا میذاره بقیه میزنه. پس در واقع شما میگه هر کسی به علاقه خودش بد بره. بله. نمیدونم اگه وقت باشه. نه دیگه ظاهرا میگه وقت دیگه نیست. پس به اتفاق آقای نصرت الله کریم با شما عزیزان خدافظی داریم. خیلی ممنون از اینکه وقت شما به ما دادید. زنده باشید. آرزوی موفقیت و سلامت برای شما خانوادتون دارم. موفق باشید خانم. خیلی ممنون. خیلی ممنون.